درود و سلام بر شما بینندگان نخواهد گرامی برنامه صدای شهروند. امیدوارم که تندرست و بهروز باشید و آخرین روز از زمستان را به خوبی و خوشی سپری کرده باشید. از برنامه صدای شهروند با شما هستیم و این برنامه صدای شهروند را اختصاص دادیم به مروری بر سال گذشته از نگاه شما دوستان عزیز و بینندگان نهایت گرامی. برنامه صدای شهروند برنامه شما هست، برنامه شهروندان هست، صدای شهروندان هست و شما دوستان عزیز و گرامی میتونید از همین لحظه تماس بگیرید با شماره تماس برنامه 0792-523-523. و سال گذشته که ما گذشتاندیم و سپری کردیم را مروری داشته باشیم و ارزیابی کنیم. میخواهیم که ارزیابی سال گذشته را آنچه در هرات گذشت و آنچه در سطح کشور گذشت را از زبان شما بشنویم و این برنامه را اختصاص دادیم به این موضوع. امیدوارم که تماس بگیرید و بررسی وضعیت سال گذشته را از زبان شما بشنویم. ببینید که وضعیت کشور و وضعیت شهر هرات را شهروندان عزیز و بینندگان نهایت گرامی ما چطور ارزیابی میکنند. خواهران، برادران و از هر قشر و از هر نسلی که هستید تماس بگیرید. چیزی تا پایان سال 1396 باقی نمانده و میخواییم این برنامه صدا شهروند اختصاص بدهیم به اینکه بالاخره سال 1396 چگونه گذشت، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر فرهنگی و چه از نگاه خصوصا امنیتی. اگر شما خواسته باشید سال گذشته را ارزیابی کنید در این به یک حساب، اگر فردا ساعت 7 دقیقا تحویل سال صورت بگیره چطور ارزیابی میکنید با آخرین روز تقریبا حوت سال 1396؟ وضعیت را شما چطور ارزیابی میکنید از بهار سال گذشته تا تقریبا میتونم بگیم که امسال، البته تا اکنون را چطور میبینید؟ تماس بگیرید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید. سال گذشته چطور سالی بود برای کشور ما، برای جغرافیای هرات؟ چطور دیدید؟ چگونه ارزیابی میکنید؟ این فرصتی است که برای شما دوستان عزیز گذاشته شده. تماسهای شما را حتما میشنویم و تماما برنامه صدا شهروند را در اختیار شما دوستان عزیز قرار دادیم تا صدای شما را برای برنامه به یک نحو میتونم بگیم آخرین برنامه صدای شهروند در سال 1396 بشنویم و شما هم لطف کنید و تماس بگیرید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید در برنامه صدای شهروند. تماس برنامه را مجددا اعلان میکنم خدمت شما دوستان عزیز و نهایت گرامی، 0792-523-523 شمار تماس برنامه صدای شهروند هست. به این برنامه تماس بگیرید و دیدگاه های خود را با ما در میان بگذارید. موضوع برنامه صدای شهروند بررسی وضعیت سال گذشته هست. البته هنوز نگذشته ولی در آخرین روز این سال قرار داریم. چطور میبینید، چطور دیدید سال گذشته را؟ برای شما چطور بود؟ وضعیت سیاسی را چطور دیدید؟ وضعیت اجتماعی را چطور دیدید؟ وضعیت فرهنگی را چطور دیدید؟ و وضعیت امنیتی در سال گذشته را چطور دیدید؟ اتفاقات بسیار زیادی در سال که سال 1396 بود اتفاقات زیادی رخ داد و دوست دارم شما تماس بگیرید و مهمترین رخدادهایی که در سال گذشته اتفاق افتاد را برای ما در میان بگذارید. نخستین تماس را میگیریم. سلام و شب شما بخیر. دوست عزیزی که پشت خط هستید، تماس شما به برنامه صدای شهروند وصل است، بفرمایید. صدای ما را دارید؟ بله، مثل این که تماس قطع شده. دوستان عزیزی که تماس میگیرند به برنامه صدای شهروند آخرین برنامه در سال 1396 لطف کنند صدای تلویزیون خود را کم کنند و موقعیت مناسب را انتخاب کنند، خصوصا اگر در خانواده هستند یا در جایی قرار دارین که سر و صدا زیاد هست، موقعیت بهتر انتخاب کنید. شماره تماس برنامه ما هم هست 0792-523-523. در این برنامه تماس بگیرید و مهمترین موضوعات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی که در سال
1396 اتفاق افتاد را از نظر شما که اگر خواسته باشیم ارزیابی داشته باشیم، میخواییم بشنویم که چطور بود سال گذشته و چه موضوعات مهمی از نظر شما مهم بود و چه رخدادهایی برای شما اهمیت داشت در زندگی اجتماعی شهروندان هرات تاثیرگذار بود. تماس بگیرید و با ما در میان بگذارید. اما در مورد اتفاقات امنیتی حرفای زیادی هست برای گفتن و پلیس امنیتی کارهای زیادی کرد و البته در کنار اون یک سری خلاهایی هم وجود داشت. دوستان در این مورد تماس بگیرید که در سال گذشته مسئولین امنیتی که مکنون بیننده این برنامه هستند خواهند شنید صداهای شما را و پیشنهادات شما را و اگر انتقادی هم وجود داره انتقادات شما را خواهند شنید و در قسمت مسائل اقتصادی هم خوب دیدگاه های شما را با خود در این برنامه داشته باشین تا مسئولین بشنوند چه پیشنهاد هست، چه بالاخره انتقادی هست و چه طرح و به هر عنوان مسئله‌ای که برای شما دغدغه هست خیلی راحت میتونید در این برنامه صدای شهروند در میان بگذارید و برنامه صدای شهروند انعکاس دهنده دیدگاه های شما بینندگان عزیز هست برای مسئولین و چی از نظر فرهنگی بالاخره اتفاقات مهمی در این سال اتفاق افتاد و رخ داد که خوب است که بیایم مروری داشته باشیم بر این سال و ببینیم که چه موضوعاتی از نظر شمای شهروند خیلی مهم بود و برای شما ارزشمند بود و پر اهمیت بود که دوست دارید در سال بعدی هم یعنی سال پیش رو چنین اتفاقاتی بیفته. از جمله مسائل مهمی که در سال گذشته اتفاق افتاد و برای هراتیان خیلی با ارزش بود مسئله افتتاح پروژه تاپی بود که یکی از مسائل بسیار مهم بود، اتفاقات بسیار فرخنده و نیکی بود که در سال 1396 اتفاق افتاد و در آخرین روزهای بالاخره میتونیم بگیم سال 1396 اتفاق افتاد. در این مورد خوب صحبت کنید و موضوعاتی از این دست که بسیار زیاد هم هست و سال جاری هم میتونه سال پر دغدغه‌ای باشه و شما دوست دارید چه دغدغه هایی مهمی در زندگی شما و در جامعه رخ بدهه با این برنامه تماس بگیرید. تماس برنامه رو مجددا اعلام میکنم خدمت شما دوستان عزیز 0792-523-523 شما تماس برنامه صدای شهروند هست، برنامه شما و بله تماسی داریم. سلام و شب شما بخیر. سلام علیکم برادر، خوب هستیم؟ خیلی هستیم. ممنون شما دوست عزیز، به برنامه صدای شهروند خوش آمدید و معرفی کنید. زنده باشین. خیلی من نوری هستم، یک از باشندگان شهر ایلات از ولسوالی زیبای گذره. جناب آقای نوری که از ولسوالی زیبای گذره تماس گرفتید، اگر خواسته باشم سال گذشته سال 1396 را یک ارزیابی داشته باشیم از نگاه فرهنگی و اجتماعی و سیاسی، سال گذشته رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ سال گذشته همی پروژه تپیر که افتتاح کردم یک فعالیت خوب یک کار خوبی کردم. خدا کنه همی سال آینده سال 97 که به خیر خوشی میایه یک خدمت دیگه هم بکنم. این مطرا و ایشی که آمده همی دست پاکستان که هسته هیچ سنرسنو دید چی نداره. بله خدا کنه میرم که حساب کتاب میر معلوم کنم یا عدل بری از اینا جواستر میدم یا یک لیسانسی تار میکنم دایی میکنم هر کار میکنم حساب اینا هم معلوم شی یک فعالیت خوبی هم برای سال 97 باشه بر کنم از این پیگیری کنم یک کار بکنم. جناب آقای نوری، شما از مسئولین حالا فرق نمی کنه چه مسئولین فرهنگی چه مسئولین سیاسی چه مسئولین اجتماعی، هر کس که بالاخره در قسمت اداره نظم شهر هرات کار میکنه، دوست دارید چه توقعی توقعی از شما را برآورده بسازن در سال جدید که برای شما دلچسب و دلنشین باشه؟ توقع خاصی خواهم دارم برادر. امی پیشنهاد امنی امی خواهش از اینا امی کاری بکنن این متراویشی که هسته حساب امیر معلوم کنم حضرت صحیح اگر میمونم صحیح پیدا بگه که جاسر میکنیم اصلا میکنیم اگر نمیمونم حضرت صحیح بگه جمع میکنیم این سال نادف به خیر بشی که میرم شنبه و فکر نهیم بشم همین یک کار بکنم دوستی سرقت اختطاف تصادف حادثات امی کلن همه گرز این مطرحه. بله جناب آقای نوری، دیدگاه شما در مورد مسائل امنیتی چی هست؟ توقع شما از قماندانی امنیه در مسائل فرهنگی از معارف، در قسمت ساخت و ساز از شاروالی، از نیروهای امنیتی و در کل
اگر مشخصا شما خود شما خوبه بگویید که از کدام ارگان بیشتر توقع دارید در قسمت ساخت و ساز و بهبود وضعیت شهر؟ توقع هنه دارم من تا همی شهرولی امسال سال 96 خدمت خیلی زیاد کرد، خیر بینه که همی کنسولگری ایران هرم به خیر به سال 97 اگه ور دارم هر دسته ای سرک جور شه را منظم شد دیار شد. از معارف همی خواستار دارن که پارسال کتاب نه اماده بود، اگه بی اماده بود گم شدم کتاب ها، هیچ معلوماتی نه، هیچ معلومی هم نیه که کتاب ها کجا بشد کجا نشد. حالا که بچه های تفضیح پیشنهاد کردن که برم مکتب، برم هر کس مکتب بوده مثلا از 11 فارغ میشه با 12 میره، 10 فارغ میشه به 11 میره، کتاب هم به مکتب وجود نداره. کتاب های هست که مثلا از 94 93 92 بوده، کتاب ها تریش تریش یک از صفحات که مثلا 50 صفحه داره 20 صفحه مونده، 30 صفحه دیگه تریش تریش شده کنده شده رفت پشترهای خوب. همین توقع از اینا دارن که کار بکنه. همین کسایی که میرن مکتب میرن این کتاب ها از این خوبه بازار هم پیدا میشه که یک نفر بره بازار دونه پینجر پسیری پسر به 200 غم پولینی یک هر بخرم بله جری کنن کتاب پیدا نمیشه، ولی مشکل ایجاد میشه برای از اینا که از درس هم میمونن کلگی چه میشن. بله، سپاس از شما دوست عزیز، ممنون که تماس گرفتیم و دیدگاه خود را با برنامه صدا شوند در میان گذاشتید. زنده باشین، تشکر، خیر مینه، خدا کنه خواهش میکنم صدا ما بشنم. حتما چرا نه، حتما حتما. سلام علیکم، خدا شب شما به خیر. سپاس از دوست عزیزی که تماس گرفتن. یک میان برنامه کوتاهی میگیریم، بعد از میان برنامه کوتاه با شما هست. درود مجدد بر شما بینندگان عزیز برنامه صدای شهروند، امیدوارم که همچنان بیننده این برنامه باشید و تماس‌های شما به برنامه وصل خواهد شد و اینکه میان برنامه کوتاهی گرفتیم. شما تماس برنامه رو مجددا خدمت شما دوستان عزیز عرض می‌کنم، 0792-523-523. جناب آقای نوری اشارات بسیار جالبی داشتن، در یک نحوی میتونیم بگیم همه جانبه دیدگاه خود را با ما در میان گذاشتن در مورد موترهای ویشی، در مورد مسائل امنیتی، در مورد وضعیت معارف، دیدگاهی که خود شما هم شنیدید. اگر شما هم در مورد صحبت‌های جناب آقای نوری صحبتی دارید و دیدگاهی دارید خوبه در میان بگذارید، و اگر دیدگاه دیگری هم دارید خوبه با این برنامه شریک بشید و این برنامه فرصتی است برای انعکاس دیدگاه شما دوستان عزیز در مورد وضعیت هرات در سال گذشته. چطور دیدید؟ چه موضوعاتی برای شما مهم بود به عنوان کسی که بالاخره شهروند این شهر هستید؟ و اینکه مسئولین اگر بخواهند صحبت‌های شما را بشنوند، کدام صحبت‌ها، کدام دیدگاه‌ها و کدام پیشنهادات و کدام انتقادات از جمله انتقادات و پیشنهادات و دیدگاه‌های مهم هست که مسئولین اونها را باید در سال آینده در نظر بگیرن. صدای شهروند فرصتی است برای فرهنگ سازی، برای شهروند محوری، تا اینکه شهروندان بتوانن صحبت کنن، آزاد دیدگاه های خود را مطرح کنن بدون هیچ سانسوری. این برنامه فرصتی هست برای اینکه سال گذشته را نگاهی بیاندازیم که چطور بود، و اگر شما دوستان عزیز دیدگاهی دارید، حتما دارید، با این برنامه تماس بگیرید. تماسی داریم. سلام و شب شما بخیر. سلام علیکم، شما بخیر. سلام بر شما دوست عزیز، بفرمایید صحبت‌های شما رو هم میشنویم. اگر خواسته باشیم سوال که میخوای رو به پایان برسه رو دست بندی کنیم، از نگاه شما چطور سالی بود؟ از نگاه شخص خوب، خیلی بله، برای مردم افغانستان خیلی خوب، بله، خونباری بود، از اردو گریستا سرحیات و تماشتا و سجید. خدا کنه که سال آینده بهتر باشه، همین مسئولین، همین نظامی و همین حالونه ما آینده رو خداوند به تو خویدایت کنه، کوشش کنه، انا خیلی خوبه. این سال گذشته که به نظر ما خیلی سال خونباری بوده، چرا ما نمیتونه بگه که سال بعدی بوده؟ چرا اینا امر خداوند دیگه، ما نمیتونه به کار خدا مداخله کنیم، ناز داریم نمیتونیم. بله،
دوست عزیز، وضعیت اقتصادی را از نگاه شمایی که در بین مردم هستید، وضعیت اقتصادی را چطور دیدید؟ وضعیت اجتماعی را چطور دیدید؟ چه چیزهایی برای شما مهم بود که در این برنامه مطرح بشه و مسئولین اونها را بشنوه؟ خیلی که مهم تامینه که اقتصادی خو ما بگم که مثلا اقتصاد مردم خرابه یا جدادم خرابه، در تعداد ما خودم خراب کردیم. بله خیلی که ما برای شما میگم ما ادعا میکنیم ولی کم باید با ما وقت بدی که ما 4.5 میلیون نفوس ایران داریم. بله اگه همی 4.5 میلیون نفوس با برج یک روپیه 2 میلیون یک روپیه با برج یک روپیه بتا تونتوک بندازه 2 میلیون روپیه میشه. بله اینا مشکلات مکتب محال میشه، مشکلات غریب محال میشه، مشکلات دیگم خیلی پیش میره. بله همزی که دست ما دراز باشه به ایران و به پاکستان و به یهودی و به جرمنی و به کجا همی از همه بهتره. بله انا کو پام و شعور ما عقل ما کو همه که تکار نمیده خیر همزی که ما خودخواه و غرور و گشنگی میبینیم غرور ما دنیا رو میشکنه. بله انا بیامدم در باره معرف پارسال خیلی خوب بودا خصوصا معرف ایراد خداوند از اینه راضی باشه، ما از اینه راضی رئیسی و از همه راضی، ولی برای همین سال اونه که تیر میشه برای خبرنگار، برای سرباز ما، برای اردو، برای همه مردم افغانستان خیلی سال چی بود؟ غمناکی بود. خدا کنه سال اینده همین مسئولین کوشش کنه همه امنیت تامین کنه. یا که ما از اینه خواهیش دارم عزیزانه، ما از اینه نون نمائیم، لباس نمائیم، علام و قغض و کتابچه نمائیم، بقات از اینه مائیم کو اما امنیت ما تامین کنه. خدا را در حضور بگیرم، ما که کمی گیره بسر خالات کنه، انا کام دل بسوزونه ای که ما با میله میریم امنیت ما تامین باشه چکار کنم؟ مثلا بید امنیت ما تامین باشه چکار کنم؟ رئیس جمهور بیا مثلا خوب کده که بیا مد امنیت ما تامین باشه چکار کنم؟ هم امروز میده کدام مارکتی بوده که دوزه داخل تو داشت نپر برسته امروز بوده، امروز بوده مارکتی ما تکر بزده ده پول بوده همه تیر امنیت خمانه مماش نپر مسلب سیکل میره. انا ما از کماندان امنیت عزیزیم ولی سیواجزانه خواهش میکنم از این بزرگا همی شهر دیگه بیشتر از این مردم را به خون نکنه، بیشتر مردم را سرگردون به غم نکنه. خدا اینا را هدایت کنه. بچه از اینا خونجه نیه به خارج به اروپا و به امریکا به هر جسته دل بسوزونه. چرا ما به اینا معاش میدیم؟ سر کن ما به موبایل خوب پول میاندازم پنجی از ما میخوره پولی مالیت دیگه سپایی ما میده مثلا دیگه برادر میده شما میده رسانه ها مثلا حق میده شواقعی مخابرات حق میده اینم بود همین ملت برای همین ملت خدمت کنن. بله دو اشاره داشتم به این که براخره ملت حقی را بله حقی را میپردازند تا مسئولین برای مردم خدمتی کنند و یکی از خدمت ها ساخت ساز شهری هست و شما از این قسمت چه نگاهی دارید؟ در قسمت وضعیت مبارزه با فساد اداری در سال گذشته رو چطور میبینید از نگاه شما؟ حالا هر آن چی که شما دیدید و موضوعات دیگری از جمله موضوعات وضعیت شهری ره خصوصا در قسمت ترافیک یک از موضوعات مهم در سال گذشته بود و موضوعات دیگری که در ذهن شما میرسه هم فرصتی است که شما یادآوری کنید. یک ترافیک که به سال گذشته هیچ کاری برای هیچ کس نکرده. ترافیک هم قاضی میپرسه میگه شهروالی ملامت، شهروالی که میپرسه میگه ترافیک ملامت. مثلا ترافیک میگن مربوط به ترانسپورت میشه، ما نمیفهمیم که اینا مربوط به سیاق میشه. خداوند خودی میفهمه، خدا از اینا جزا از اینا بدی. آمدیم در باره شهروال سر شهروال سر آمده حالا ما داغ زوات کنیم خیلی ناجوانی میشه. بله بله انا این رو میذاریم بخیر با غزاوات سال اینده که پنج ماه شش ماه تیر شد. بله بعد همون وقت غزاوات میکنیم. مهمترین اتفاقی که بله مهمترین اتفاقی که برای شما خوب بیفته در سال گذشته از نظر اجتماعی در بخش ادارات دولتی و یا مسائل اجتماعی و فرهنگی چه اتفاقی خوبه که مهمه برای شما اتفاق بیفته یا اصلاحی یا نوآوری در سال گذشته؟ خوبه در اون مورد اگه اشاره داشته باشید. فقط برای که بگم که همین مقرب مثلا همین فساد اداری کورده
90% را 95% آورده، همی یک خوشیه برای ما. بله. مثلا ساده معلولین بلکل با 90 را سونده 10% دیگه بمونده، همی برای جا ما خوشحالیه. مثلا همی چی پابریکی همی پابلینه تاپی همی را چی شد همی بوده دیگه که من خوشی به نظر من خودم هیچ خوشی ندیدم. چرا هر روز شریک میدم و فرا کنده شریک سود بکن بکن کنده شریک سود بورد کنده. بله، سپاس از شما، ممنونی شما و پیام آخر شما را هم میشنوید. ما پیام آخر معمینه با همی برادره که نظامی همی کلونا همی جنرالا مثلا همینه که واقعا پلوردو و مثلا کماندانی و والی که بله. والی که به یک ولایت داخل که او مثل پدر مردمه. بله. هر کار آدست می آگه نا کس کس بگاپی نا کس می تونست می رد اومد بخیمه که همی پلانی آقا را ما می میگم هیچ کار با کوئی نمی کنه. بله. حتا که مردم بیرون نشد ما ملامتی همی عملیات تامین کنه. بیره در ما نون نمائیم با همی پال هم خمیرم نون بخود خود گدهی میکنم دوتا نون بخود میخره سرا از اینه نمائیم. مثلا دیگه هیچی از اینه توقعی نداریم جا که برای سنات روخ نگه همی خبرنگاره ما رو نزنه دو اینه یا تو کوب نکنه همی دروغگاره با ملت دیگه نگه اگه کار آدست اینه. ممنون شما، استفا کنه برای برای کار خدا یاریو. سپاس از شما. رسانه شما اتفاق کنید برادر، با شما حضور میکنم اتفاق کنید، بعد از شما پروژه میگیرد. همی اگر شرطه اگر او ظالم توپنگ و چوب داره ما شما خدا داریم، ایمان قوی داریم، شما قلم به دست داری، کمره به دست داری، شما هم تخریب کنید. ممنون شما دوست عزیز. از اینه را پاس کنید. بله، سپاس از شما. نکنی پاس نکنی همین کاره نمایشی از اینه را. ممنون شما. خدا حافظ. شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. خدا بزرگ سپردم مرگ به منافقی. ممنون شما و سپاس از اینکه تماس گرفتید و دیدگاه خود با ما در میان گذاشتید. صحبت های زیبایی فرمودن دوست عزیز ما و این برنامه را مجددا اعلام میکنم اختصاص دادیم به آنچه در سال 1396 گذشت. دیدگاه شما دوستان عزیز در سال گذشته چطور بود و به عنوان آخرین برنامه که در سال 1396 از برنامه صدا شهروند میشنوید، دوست دارید که چه موضوعاتی در این برنامه که به عنوان مهمترین موضوعات و اتفاقات سال گذشته بود صحبت شود، خوب تماس بگیرید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید. چی از نگاه امنیتی هست، چی از نگاه اقتصادی هست، چی از نگاه فرهنگی هست. مهمترین اتفاقی که در سال گذشته در شهر ایراد اتفاق افتاد به نظر شما کدام اتفاق خیلی مهم بوده و که باید روی اونها سرمایه گذاری کرد و چه اتفاقات ناخوشایندی حتی حالا اتفاق افتاده که خوب جلوگیری بشه از اونها. در قسمت رابطه دولت و مسئولین و شهروندان چطور میبینید سال گذشته ره و سال جاری ره، سالی که پیش رو هست ره چطور دوست دارید ببینید. مهمترین موضوعاتی که برای شمای شهروند خوب اتفاق بیفته در سال آینده چی هست و مسئولین این برنامه رو خواهند شنید و روی اون موضوعات حتما تمرکز خواهند کرد. رابطه بین مسئولین و دولین و مردم را چطور دیدی در سال گذشته و چه پیشنهادی دارید، چه توقعی دارید، چه خواهشی دارید و چه انتقادی. این برنامه را اختصاص دادیم برای این موضوعات. شماره تماس برنامه ما 0792-523-523 هست، تماس بگیرید و برنامه‌ای که برای خود شما هست و از آن خود شما هست و نکاستنده صدای شما هست برای مسئولین تماس بگیرید. تماس دیگری داریم. سلام و شب شما بخیر. سلام علیکم. ممنون شما دوست عزیز، سلامت باشید. برنامه صدا شهروند است و معرفی کنید. احمد عثمانی هست. آقای احمد عثمانی عرفانی، بفرمایید جناب آقای عرفانی، میشنم این صحبت های شما را. خب برنامه موضوعی از دوستان سوپشت تیرا برد بگیم از بلیت که بله اقتصادی اینجا خوبی خیلی
جناب آقای عرفانی، صدای شما برای ما کمی درست نمیرسه، اگر لطف کنید کمی جای خود را تغییر دهید تا صدای شما رو بهتر بشنویم. بفرمایید صحبت کنید، بعد از این باز نظر میدید. خب نسبت به گفتهایی که داشتم و موضوع شما که بله، سال گذشته چه هم گذشت، خب اصلا زیربنا که بازم خوب بوده است، پروژه تشکیل دیگه بنده های عوضی در سراسر مملکت، یعنی چلو امید داشت سال هنجه دیگه سلام وانی نقاش تا تکمیل برسه و نظر معارف هم خوب بود، انشاءالله پیشرفت های بیشتر و اقتصاد که متاسفانه دیگه همطور که مختصی دیم نصفت مواجرهایی که به کشورهای خارج رفتن و آواره شدن داره که انشاءالله اقتصاد بهتر بشه که دوباره بتونیم اونا ببینیم در داخل کشور و برای وطن خود کار کنه، نه برای کشور منده به خارج. خب آرزو ها بسیاره، امیدوار هستیم که سال آینده مسئولین بیشتر چیزی که اونا با امید از هم. بله، از نگاه اقتصادی گفتین و بالاخره چیزی که شما گفتین مهاجرینی که رفتن به خارج و سرمایه‌های زیادی که از کشور بالاخره بیرون شد به هر بهانه و به هر نامی که بود، حالا یا واقعیت یا بالاخره یک سری حرف‌هایی که غیر واقعی بود رخ داد و بالاخره تعداد زیاد رفتن به بیرون، ولی اتفاق دیگری هم که افتاد موضوع افتتاح پروژه تاپی بود. تا چند روز فکر می‌کنید این پروژه تاپی می‌تونه ثبات امنیتی و ثبات اقتصادی بیاره تا اون نواقص و کمبودی هایی که با رفتن سرمایه ها از بیرون در سال گذشته اتفاق افتاد با پروژه تاپی دوباره بتونه برآورده بشه؟ خب ببینید استشوانه عبدی هستم. خب پروژه تاپی 14,000 نفر یعنی کارگر یا کارمند بلسته لازم داره، اینا هر کدوم معاش تعیین کننده دارن، هر کدوم صاحب خانواده هستن، فقط 5 نفر بگیرین 14,000 نفر خیلی بسیار نفوذ میشه. بله متوجه هستم. به هر حال پروژه تاپی بندی از مثلا در ولایت نیمروز بریم، بند کمال خانی هست، به ولایت الوند بریم، بند کجکی هست و دیگر به زیربنا ها مثال پروژه سمیت نشاز مثال همین نساجی ولایت هست، اگه اینا باسازی بشه و زیربنا های بالا اینا کار بشه با شما ببینیم که این جوان ها چی خاطر بره، همین بیشتر این جوان ها به خاطر کار هست، ما شما شاید هستیم میبینید بسیار جوان ها به خاطر کار به ایران میرن، به کشورهای خارج میرن به خاطر کار، به خاطر اینا خانواده و اینا آرزو دارن دوباره زندگی باسایش باشه. خب اگر کار شرایط کار فراهم باشه مطمئنا هیچ کسابه نیست به خاطر یک کار یا به خاطر پول مملکت خود ول کنه به کشورهای خارج بره. جناب آقای عرفانی، شما که در بین مردم هستید و زیاد میشنوید که مسئولین مبارزات زیادی را در قسمت محو یا از بین بردن فساد اداری دارند، این وضعیت را در سال گذشته چطور دیدید؟ خب سال گذشته نسبت دو سه سال جلوتر میشه گفت بیتر بوده، مثلا اعتراض با دوران پیش از آقای شرفانی شاید بودیم که افغانستان و صدر لیست کشورهای فاسدتری بود، حالا ما به فکرم که برده پنجم یا ششم هستیم یا چهارم، بالاخره از اول خیلی بهتره. امید داریم که همینطور آرام آرام یا هر چیزی تر بهتر از این لیست سیاه خارج بشیم و بتونیم که یک کشوری که نام نیکوی داشته باشه در مناطق و در تمام و از طرف بین المللی و جامعه جهانی نام نیکوی داشته باشه و کشورهایی که حاضر هستن پروژه های و یا شرکتان تجارتی در داخل افغانستان با خیال راحت واسطه اقتطاع کنن و بیتر سرمایه گذاری کنن. بله جناب آقای عرفانی، صحبت های بسیار زیبایی داشتید و در هر مورد به اون پیمانه که لازم بود شما صحبت کردید، از کشورهایی که بالاخره کمک میکنن اشاره کردید در این مورد، میخوام اگر اجازه باشه دیدگاه شما رو در قسمت وضعیت زنان هم بدانم و بالاخره تلاش‌های در این مورد هم صورت گرفته، نگاه شما در این مورد چطور هست؟ چه دیدگاهی در این وضعیت دارید؟ خب در این مورد ما الان مثل تمام دانشجو تمام فرنگی ها یعنی همین عقیده دارن که توازن با زن و مرد برابر باشه، اما هم در رأی که مثلا به داخل صندوق ها رخته میشه به خاطر ریاست جمهوری شورای ولایتی و سایر ارگان ها، خب
تقاضای ما همینه که در همون در افغانستان که مملکت مثل سایر کشورهایی که اروپایی هستن بالاخره اسلامی هستن آسیایی هر جا که هستن ما شما میبینیم داخل تلویزیون ها دفتره اخبار یا مواره میبینیم که در موقعی دولت اونها قدرت تقریبا تقسیمه. مثلا آنگلا مرکل صدر اعظم آلمانه یا تریزا می صدر اعظم بریتانیا خود اینا هم زن هستن مطمئنه اینا هم فکرهایی دارن اینا هم مطمئنه که آدم های فهمیده هستن که مردم اینا به اینا رای دادن و گذاشتن که بالاتری مقام در کشور خود داشته باشن. خب امید اون روز که در افغانستان هم چیز روزایی دیگه ما شاهد باشیم که زنان هم در تمام اصلاح دولتی سهم داشته باشن. بله، سپاس از شما و صحبت‌های بسیار زیبایی که با ما مطرح کردید. حتما در مورد صحبت‌های شما دیگر دوستان تماس گرفتن خواهند گرفت و دیدگاه خود را شریک خواهند ساخت. صحبت دیگری اگر نداشته باشید از شما خداحافظی کنیم. تشکر. فقط یه رو خیلی روان سایر افغان ها در این مملکت آرزوی سال آرامش در آمدن سال آرامش اقتصاد بهتر. بله. هم دیگر پذیری برادری برابری و همین دیگه خدا نصیب ما بکنه. ممنون از اینکه تماس گرفتید و دیدگاه خود را با ما در میان گذاشتید. خواهش میکنم و شب شما خوش. از جناب آقای عرفانی که دیدگاه بسیار زیبایی مطرح کردن، اشاره ای شد جناب آقای عرفانی در آخرین صحبت های خود در مورد وضعیت زنان صحبت کردند. خوب خانم هایی که همکنون بیننده برنامه صدا شهروند هستند شما هم تماس بگیرید و خوبه که وضعیت را از زبان شما بشنویم در سال گذشته چطور بود. تماس دیگری داریم. سلام و شب شما بخیر. بله، سلام علیکم. سلام، برنامه صدا شهروند معرفی کنید لطفا. من علی پورم از یک شهروندان هستم. جناب آقای علی پور میشنویم سال گذشته از زبان شما. ما دقیقاً چون یعنی لحظه پیوستم به پروگرام شما. موضوع آزاد عمومی یعنی بخش مشخص داره. دقیقاً عمومی هست. والا حالا اگر شما مشخصاً می‌خواید در حوزه صحبت کنید خوبه. سال گذشته رو از نگاه امنیتی چطور دیدید؟ از نگاه بالاخره وضعیت شهری چطور دیدید؟ موضوعات فساد اداری چطور دیدید؟ ساخت و ساز چطور دیدید؟ وضعیت زنان، وضعیت جوانان، رابطه بین مسئولین و مردم چطور دیدید؟ حالا هر کدوم که اگر مشخصاً دیدگاهی دارید خیلی جالب است که می‌تونه با ما در میاد. من بیشتر در مورد ساخت و ساز و مسائل امنیتی چون در همین حوزه کاری میخوام صحبت بکنم. بله. متاسفانه در سال روان که ما رو به ختم در بخش تعلیم و تربیه و مقاطع عادت ناگوار در ولایت شرقی هرات شنیدیم، بخش مالی سوریا شرقی. بله بفرمایید. طوری که شاید شما بجریان نظار گرفته باشین تقریبا در روز 20 مکتب در این سه و لسولی توسط اشخاص نامعلوم که فعلا هم نامعلومه که کیا اینا را تشت هست. بعضی مکاتب نیمکاره بود، بعضی مکاتب بود که اونا چندین سال میشه کنا اساس و سانه شاگردا در همجوا بود، فعلا تدریس میکردن این مکاتب مورد آتش یعنی پی در هم در طول مثلا یک ماه یک شب در میان اینا متعادیسته که ما طریق رسانه هم اینا مطلبه شدیم این کار صورت گیریم. ولی تالی هم کدام دولت کدام جواب واضحی در این قسمت نمه که یا مسئول از این هم و چی عواملی ما روی دست بگیریم که همچین مشکلی که ما در سال پیش رو داریم بر نخواه. مشخصا در کدام جاها اشاره کرده کدام مکاتب؟ مکاتب ولسوالی های پشن ولسوالی پشن زرخون او بی در دو ولسوالی شما شاید اخبار از اینا بودیم که چند مکتب به بله انسان اینا آتش زده شد. بله هم و فکر میکنم فیلن... بفرمایید. بله بفرمایید. بفرمایید صحبت کنید. من چیزی که برای ما تا این حال همین سوال برانگیزه دولت موضوع مشخص در این قضیه نداشت، یعنی که فلان گروه کسی مورد انجام داد و ما چی اقدامات در برابر از این کردیم و تا این حال کسی از ادارات مربوطه اقدام از نظر نداشتن. یعنی در این قسمت شفاف نبودن، شفاف عمل نکردن، منظور شما این هست؟ دقیقا در این موضوع شفاف بودن. هدف اینه که شاید هدف شما این باشه که
موضوعی مشخصی نداشتن برای مردم. یعنی این عوامل باعث بوده که این کار شده و ما این کار رو انجام میدیم که در آینده به همچین مواردی ما بر نخوره. یعنی جای اون جبهه‌گیری که مشخص باید اعلان میکردن را اعلان نکردن و دقیقاً اگر چنین باشه، یعنی موضع‌گیری شفاف نداشته باشن و این موضع‌گیری ادامه داشته باشه، خصوصا در سال آینده، چه نگاهی را در بین مردم ایجاد میکنه نسبت به دولت مسئولی؟ اگر اعتماد مردم به دولت بیشتر میکنه، چون واقعا میفهمن که دولت پیگیر از این قضیه بوده، ارگان‌های امنیتی متوجه از این قضیه بوده و عوامل از این پانمندی امون ادارات مربوطه نشون میده، داشت نسایی افراد و اعتماد مردم بیشتر میکنه برای از اینکه این ارگان‌های مبهمی تو نیرسیدن که تشخیص دادن که این قضیه بزی عوامل وابستگی داشته و ما این را قرار در نظر میگیریم که در آینده بزی مشکل مواجه نشیم. به خاطر از اینکه شما میفهمید یک شاگرد که یک مکتب شاید 20 سال از تاسیس از شروع شده گذشته باشه، یا اولم سوانه شاگردای در اینجا از معلمین و به چقدر یک ضربه اقتصادی و ضربه اجتماعی و فرهنگی به روی روان مردم. اگر شما پیشنهادی در این راستا دارن و یا چیزی در ذهن شما میرسه که باید این مسئولین در نظر گرفته باشن و یا بگیرن برای سال بعدی، اون چه چیزی میتونه باشه که باید مسئولین اون رو بشنون؟ چیزی که ما یعنی باید از نظر ما باید مسئولین به این قضیه در نظر تشخیص رو تشخیص همین مرض یا میتونه دیگه همین مرضی که استوری کرده چند مکتب شروع پیدا کرده، اولی باید شناسایی بشه که چه عوامل شده که دست به اقدامات زده شده و بعد از تشخیص مثلا زمانی که مرض تشخیص بشه، عوامل از تشخیص بشه، درمان از او بهتر میشه و امکان میشه. بله، درمان میشه و جزیه. سپاس از شما. اگر صحبت دیگری نداشته باشید و اگر دارید هم میشنویم صحبت پایین شما رو. یک مورد دیگه هم هست، مورد سرک هرات چشمه. بله، شما امروز به همین سرک شما امروز میرینیم که مردم به چی چالش های گرفته بودن. ما یک باران دیشب ما داشتیم که امسال ما شاید خوشتلی های فراهمی در هرات بینیم، همه خیلی دیگه این بارش ها نکنه و دیگه سال خوشتلی هست. یک بارش بسیار خوبی کرده بود، امروز شما به سرک هرات قوی رفته نمیتونستیم برسونیم. یعنی من سیل آمده بود از اون لخشه که شما بین جندخان و بین اون رود پرشتون که میشین، در این قسمت ها کاملا سیل بود، متراب تراکتورها تیر میکرد. طوری که شما شاید برین در سال نیس سال جری بودجه از ایتالیا تمویل کرد، 35 کیلومتر از پروژه سازی شد، رئیس جمهوری این امضا کرد، ولی تا این حال ما شاید کار عملی از این پروژه نبودیم، در حالی که دولت جان ملی نفع بسیار زیادی از این سرک میبرن و بعد توجه جدی در این قضیه میشد که متاسفانه تاری موضوع هم متفاوت رو هست در آخر چند تا عکس فیسبوکی در فیسبوک ها گذاشته میشه که این کار شد، اما از شروع کار عملی هیچ نوع خبری وجود نداره. یعنی واقعا امروز اش کنم در نماد که این مسیر آدم میرید مردم، اگر مردم این مسیر شما برم ببینیم چی بزید. برداشت که من صحبت های شما جناب آقای علی پور دارم این هست که یکی از آرزوی های مردم هرات در سال جاری، در سال پیش رو، این هست که ساخت و یا تکمیل سرک چشت باشه. بله، دقیقا اینجوریه که از توی یعنی وفای مربوطی هرات تغییری وجود نداره. اگر من مثلا اگر وکیل با خودم حرکت کردم تغییری کردن خوب تو خوب، در خیلی از طرف اداره من هرات که این موضوع تغییری بشه گزارش دهی داشته باشن کینینی سپاس از شما تمیجگاه پیش دفت این علل و عوامل همین قضیه که تال کار از انجام نشد. بله، سپاس از شما، ممنون شما. به یاد فراموشی دوست نشه کار یه قسمت های فکر میکنم که بیتوجه زیاد در یه قسمت شد. سپاس از شما، سلامت باشه. خواهش میکنم و ممنون از اینکه تماس گرفتید و بیگاه خود را با ما در میان گذاشتید. جناب آقای علیپور بودن، موضوعات بسیار پروپیمان اشاره کردن در سال گذشته. شماره تماس مجددا اعلام میکنه 0792 523 523، شماره تماس برنامه صدا شهروند است. یک خاطر جمعی برای شما بودم که امشب مهمان نداریم و تا آخرین لحظات برنامه فرصت برای شما دوستان عزیز دادیم.
تماس بگیرید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید. اینکه سال گذشته را چطور ارزیابی میکنید از دیدگاه شما میشنوید. تماس دیگری دارین. سلام و شب شما بخیر. سلام در خدمت. سلام بر شما و شب شما بخیر. تشکر. شب شما و بیننده‌های عزیز شما بخیر. ممنون. معرفی کنید. تشکر. صدای شما قطع وصل شد و اسم مبارک شما نشیده. مجددا اگر معرفی کنید. اسمت الله یوسفی هستم، یکی از بیننده‌های تلویزیون متعارف. جناب آقای یوسفی، سال گذشته رو چطور دیدید؟ من در اول باید خدمت شما عرض کنم که میگن از شطور پرسیدن چرا کنم تو خط از کجای من راست بکنم کج باشه. بله. تاسفانه هرچی میگذاریم و هرچی از حکومت وحدت ملی متاسفانه میگذاره، یعنی شکوه ها بالاخره ناامیدی ها در کل به عوض از اینکه کمتر بشه بیشتر میشه متاسفانه. بله. مثلا تا سال پار، قبل از سال پار ما ندیده بودیم که کسی حیاتی که از مرکز میایه به خاطر رشوه ستنی، به خاطر بررسی دیدین، به خاطر از اینکه چرا یک اداره کم کار میشه و خود از هم به متاسفانه به فساد بلفل گرفتار میشه. یک چیزی بود که در این سال گذشته دقیقا یک چیز نوی بود. حالا جناب آقای صفی، اگر بیایم کمی به قضیه خوشبینانه نگاه کنیم، مثلا میتونه یکی از خوبی‌های این سال این باشه که بالاخره در این سال این چنین چیزها افشا شد و شاید در سال‌های گذشته افشا نمی‌شده. نمیتونم از این نوعیه نگاه کنم به یک نحوه میتونم به قضیه بهتر باشه. باز من از دید شما یک قسم درست است کاملا، اما دید من اینه که یک امیدی برای از این بود که خود رئیس جمهور یا خود ادارات محترم بلند پایه یک کمیزی از هیئتی که به سر از ما حساب میشده بفرستادن به خاطر از اینکه از شور و چپاول و بدبختی و بیچارگی جلوگیری شه، خود از اونم مبتلا بودن. خود از این سوال یک پرشونی هم بتونه شده باشه و امیدواری هم در کل شما کاش که یک اداره، یک گوشی از کشور، گوشی از شهر مردی ما نشون بدین که امیدواری باشه به سال آینده ما که مثلا بسر از بر ما سال جدیده به خیلی خوشی و خوبی شروع میکنیم و بکنیم انشالله که یعنی هیچ امیدواری که مثلا برادر خوب بیشتر خوب صحبت کردن. بله. آمدن در رامورد تراتوی خیلی جشنهای خود من در یکی از گوشه های خوشی های تپی هم فعال داشتم، بالاخره مردم خوشحال شدن. تقریبا یک چیزی کم خورد، یعنی یک ماه چیزی کم میگذره، اما هیچ کار عملی از شروع نشده متاسفانه. امیدوارم در سال جاری انشالله باز وارد جزئیات این قضیه ها بشویم و کم باید بالاخره شکیباتر بود در این موضوعات بسیار مهم. در کل برای من سال بود که چیزی جدیدی، یعنی اینکه برای زندگی بهتر یا برای امنیت بهتر یا برای حکومت بهتر یا برای از این نهی که مثلا مثل من شاید ده ها برادر دیگه باشه که از لیسانس خارج شده یا ماستر هستن، برای از ما مدواری باشه که اگر ما مثلا به اصطلاح آمیانه پرتی و پول نداریم یا ما قوم و زور و تفنگ و دگه نداریم، بر اساس شایسته سالاری و بر اساس درک و فهمی که ما در دانشگاه ها خوندیم و همو اساس اگر برای ما جایدو پیدا شه، هیچ همسیت شگافی یا همسیت رای که ما امیدوار باشه متاسفانه ما خودم نمیبینیم. اگر شما بریم به عمق قضیه، به عمق قضیه بریم از داد آمد تجربه تامه که متاسفانه یک از مشکلات عمدی که خیلی مذور از این بابت برایشون رنگ مگرم دو واقعا به عنوان یک جوان شهری که بالاخره با هزاران نام شهر اولیاء الله و شهر خواجه‌عبدالله انصاری و شهر دگه متاسفانه یک بیماری جدیدی که در این سال متاسفانه برای ما تزریق شد همون قومه. بابا شما بیا تا به حال خود ما نیفهمیدیم که یعنی فلان قوم چی و بالاخره چه کار و فلان همچه صحبت های امروز میبینیم که اداره ما اگر که در کابل میرسیم صحبت های از قوم و قومگرایی میشد، اما در هرات جا نیفتدیم متاسفانه و دوباره متاسفانه در هرات هم قومگرایی بالاخره این که ما برتری قومی برتری تمامیت خواهی در هرات هم بگونی بارز یعنی چشمگیری متاسفانه بگم
پیدا شد در ولایت ورد. سپاس از شما. حداقل دوستایی که در رأس اداره محلی هرات هستند یک گوشی که واقعا میتونن کار بکنن، یک گوشی که واقعا دیگه مردم به حال در انتخابات آینده برای مردم بگیم بیا رای بده که ما چی برنامه دارم چی کار و فلانه. مردم به نظر من 80-90 درصد از انتخابات و رای و دلگر نامید شدن یه در سال 97 یک. سپاس از شما دوست عزیز، ممنون شما و صحبت های شما رو شنیدیم، خیلی سپاس از اینکه تماس گرفت. بله تماس قطع شد. اشاره داشتم به موضوعات جالبی که اشاره فرمودند، گویا دوست عزیز چندان به قضایایی که سال گذشته اتفاق افتاد خوشبینانه نگاهی نداشتند و چنانچه که قبل از این دوستان رو بودند که نگاه خوشبینانه داشتند به قضایای سال گذشته. مجددا شما رو تماس برنامه رئال میکنیم، چند دقیقه دیگه ما فرصت داریم، یک تماس دیگه هم میتونیم بگیریم. شما رو تماس برنامه 0792-523-523 هست، یک تماس دیگه هم میتونیم کوتاه داشته باشیم و تا زمانی که تماس وصل شه اشاره داریم به موضوعاتی که تا این لحظه دوستان عزیز تماس گرفتند و مطرح کردن، مسائل امنیتی رو مطرح کردن، وضعیت فساد اداری مطرح کردن، دوستان در مورد وضعیت زنان صحبت کردن و خصوصا در قسمت موتورهای ویشی که سرانجام اونها در هرات بالاخره باید مشخص بشه و همچنین موضوعات قمگرایی که دوست اخیر ما اشاره کردند، وضعیت مکاتب یکی از بینندگان اشاره کردند که اگه موضوعات میتونه حساس باشه برای سال آینده، خواسته های مردم هرات و دیدگاهی که خود شما شنیدید در سال گذشته اتفاق افتاد و امیدوارم که و خصوصا مسئله سرک چشت هست و یک مسئله دیگری که خوب دوستان هم در اون مورد اشاره داشته باشند در مورد پل بند بشتان هست که امیدوارم در سال آینده بتونیم بالاخره سرانجام هم مشخص بشه، هرچند امیدهایی در این قسمت هست و وجود داره. آهسته به پایان این برنامه هم میرسیم، چند دقیقه فرصت نداریم و سپاس از همه شما عزیزانی که تا این لحظه بیننده برنامه صدای شهروند بودید. آخرین برنامه صدای شهروند در سال 1396 بود که خدمت شما دوستان عزیز ارائه شد و دوستان عزیز تماس گرفتن، دیدگاه خود را با ما در میان گذاشتن درباره اون چه در سال 1396 گذشت و انشاءالله سال فردا شب که تحویل سال جدید هست برای شما آرزوی موفقیت دارم و اینکه بالاخره سال جدید را سال پربرکتی داشته باشیم و این شب روز هم شب روزهای بارانی هست، امیدوارم تا آخرین لحظات سال آینده هم سال پربرکتی داشته باشیم. این برنامه هم به لحظات پایانی اون نزدیک هست و امیدوارم که تندرست باشید و بهروز باشید و ممنون از اینکه تا این لحظه با ما بودید. تا برنامه دیگر و سال دیگر و برنامه صدای شهروند دیگر، بدرود و ایام بکامت.